یکی از آداب و سنت هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار بر آن تاکید فرمودند این هست که قبل از وضو دسته ها را باید بشوییم متاسفانه بسیاری از مردم امروزه این سنت و وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را یا نمیدانند یا از یاد بردند و وقتی که وضو میگیرن میگیرند فوراً یعنی اولین کاری میکنن آب بر میدارند و صورت خودشان رو مثلا میشوین این خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست ایشان بنا بر روایتی که در صحیحین هست و روایت معروف عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه که وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای ما به تصویر کشیدند ایشان میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم آبی خواستند و از اون کاسه ایشان آب برداشتند و بر دسته های خودشان ریختند فاکف منها علی یدیه فغسلهما ثلاثه در ابتدای وضوع رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کاسه ای که بود گرفتند و بر دست خودشون آب ریختند و سه مرتبه دست خودشان را شستند سه مرتبه قبل از این که صورت را بشوییم باید دسته ها را تا بند دست این که میگن باید به من نیست که واجب است گرچه که برخی از فقها ها مانند فقه های همبلی اینو واجب میدونند اما جمهور علما این رو جز مواردی قرار دادند که سنت هست یعنی اینکه دست خودمان را سه بار تا بند دست بشوییم این جز سنت های وضوح هست و خصوصاً در مواردی که اتازه از خواب بیدار میشویم بنابر روایت دیگر که در صحیحین هست رسول الله صلی الله علیه و فرمودند هرگاه شما از خواب بیدار شدید و میخواستید وضو بگیرید دستور دادند که دست دسته های خودتان را حتما بشویید فلیغسل یدیه قبل ان یدخلهما الاناء حتما هر کسی که از خواب بیدار شد دسته های خودش را قبل از اینکه آنها را در کاسه آب فرو ببرد تا سه مرتبه آنها را باید بشوید این در صورتی هست که انسان از خواب بیدار شده یک تاکید بیشتری دارد زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما نمیدانید که در وقتی که شما خواب بودی دست شما به کجاها که نرسیده باشد پس بنابراین در هر حالت این یکی از توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که قبل از وضو دستهای خودمان را سه بار تا بند دست حتما باید بشوییم اگر تازه از خواب بیدار شده بودیم این تاکید در واقع بیشتر هست اگر بر این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنین این سبب می شود که وضوع ما به وضوع رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر باشد و کاملتر باشد و هر عبادتی که کاملتر و درستتر انجام بگیرد قطعا ثواب و تأثیرش هم بیشتر است